و گفته ها رو اجرا می کنم. در این برنامه امروز دعوت کردم از آقای دکتر حسن منصور در لندن، میهمان ما در این برنامه باشند. همینجا خدمت ایشان عرض ادب می کنم. آقای دکتر منصور، درود بر شما. سلام جناب آقای مفتی، سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای دکتر. سپاسگزارم قربان، خیلی خوب. آقای دکتر، من نمیدونم این سوالی که میخوام بکنم به جاست یا نه، با این که در شرایط کنونی که تحریم ها یا بسیاری از تحریم ها لغو شده، این تحریم ها در واقع به سود چه کسانی عمل میکنه؟ آیا به سود مردم ایران و اقتصاد ایران هم هست؟ جناب مهری عزیز، سوال به جا و کلیست. عرض بکنم در درجه اول در مورد تحریم ها عرض کنم که از تحریم ها اون مقداری که برداشته شده کمتر است از اون مقداری که باقی مونده و در نتیجه هنوز موضوع تحریم ها حل شده نیست، به ویژه اینکه شهروندان آمریکایی مجاز نیستند، شرکت های آمریکایی مجاز نیستند وارد کار بشن، استفاده از شبکه دلار برای شرکت های دیگه معنی‌هایی داره که اخیراً خزانه‌داری آمریکا وعده کرده است که اینا رو رفع بکنه، ولی هنوز رفع نگرانی از شرکت ها نشده به خاطر اینکه اینا مارگزیدگانی هستن که بعد از پرداخت 14.5 میلیارد دلار جریمه امروز میترسن. اما اینکه این به سود چه کسانی است، ملاحظه بفرمایید، برداشتن تحریم ها، رفع تحریم ها در واقع برنامه موعود دولت روحانی بود، ولو که مذاکرات قبل از آن شروع شده بود به علت ضرورت های اقتصاد ایران، ولی وقتی دولت روحانی وارد کار شد این رو کرد، اجندا برنامه اجرایی خودش رو دنبالش رفت و با تمام عرض کنم انعطاف پذیری این مسئله رو به سرانجام رسوندن. ولی اینکه این به سود چه کسانی خواهد بود، شبکه‌ای که در ایران وجود داره، ساختاری که در ایران وجود داره هنوز دست نخورده است. در نتیجه هر شرکتی که وارد ایران میشه در درجه اول، در وهله نخست، شرکتایی که وارد ایران میشن برای فروش کالا وارد میشن و تاکنون هم چنین شده. یعنی مثلا وقتی جنرال الکتریک آمریکا وارد ایران میشود، هدفش این است که ابزار و ماشینالات تکنولوژیک ضروری برای صنایع نفت و گاز ایران رو به ایران بفروشه و مشکل خودش حل بکنه. برای ایران هم قطعا در این زمینه سودش این خواهد بود که برخی صنایع که متوقف است یا نیمه متوقف است را بیفته. ولی خواه و ناخواه چون اون ساختارهای انحصاری و مافیایی در ساختار اقتصاد ایران بجاست، اون فلج بودن نظام بانکی، ارتباط بسیار ناجور نظام بانکی با بانک مرکزی بجاست، چون اون بیکاری بسیار قابل توجه نیروی کار و کارخانجات، ظرفیت های تولیدی بجاست، طبیعی است که این مسئله نمیتونه روی رفاه مردم ایران منعکس بشود. در مراحل نخست طبیعی است که کسانی که از این رهگذر سود میبرند همونایی هستن که در این نظام بسته عرض کنم انحصاری دست بالا رو دارن و این خواه و ناخواه شرکت های مربوط به نهادهای زیر نظر رهبری، سپاه پاسداران و نظایر ایناست. در نتیجه تا به اونجا برسیم که در درجه نخست تحریم ها واقعا برداشته بشن، برای اون راه طولانی داریم و بعد از اون برداشتن این تحریم ها منجر بشود به اینکه رفاه در ایران ارتقا پیدا بکنه، بیکاری در ایران کم بشود. برای ایران نیازمند این هستیم که برنامه های بسیار جدی از سوی دولت به کار بسته بشه. در این زمینه من قبلاً هم بارها عرض کردم، نشانه ای از اینکه دولت توان این کارا رو داره متاسفانه دیده نشده است و
در کنار اون مثلا وقتی شما اسناد دولت رو مطالعه میکنید، نظیر مثلا لایحه قانون برنامه ششم توسعه را ملاحظه میفرمایید، اونجا میبینید که این دولت ملتزم هست که طی دوران اجرای این برنامه 5 ساله توسعه هیچ کدام از نهادهای موجود رو منحل نکنه، در حالی که اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران نیازمند انحلال بسیاری از نهادهای موجوده در ساختار ایران. به این ترتیب باید ببینیم امروز هم تمامی این کارها درگیر مسئله انتخابات شده و در نتیجه هیچ روشنایی در این زمینه وجود نداره. باید ببینیم که بعد از انجام این انتخابات که در فاصله کمی معلوم خواهد شد که چه چیزی از اینجا درآمد، دولت واقعا چه برنامه هایی برای اجرا در این زمینه داره. ممنونم آقای دکتر منصور عزیز. به این ترتیب اگر شرکت هایی از اروپا و آمریکا قدم به خاک ایران میگذارن، میخوان چیزی بفروشن، بنابراین به نظر نمیاد که به حال لغو تحریم ها موجب اشتغال زایی و اینها بشود. در وله نخست درسته، یعنی هیچ شرکتی در این شرایط تعهد سرمایه گذاری در ایران رو نکرده، صحبت ها شده ولی هیچ تعهدی انجام نگرفته. در درجه اول تا همین هفته گذشته صحبت از امتناع نظام بانکی بود، از اینکه حتی برای کالاهایی که به صورت قانونی ایران میتونه بفروشه یا بخره نمیتونه پول منتقل کنه، مثلا از ایرباس خرید بکنه ایران شبکه بانکی همکاری نمیکرد اینکه ایران بتونه پول اونا رو بپردازه. در نتیجه برای این قضیه با تلاشایی که از سوی وزارت خارجه ایران انجام گرفت، آقای ظریف در این زمینه عرض کنم اقدامایی کردند، خزانه داری آمریکا وعده کرد که در واقع معافیت ایجاد بکنه برای شرکت هایی که در ایران مشغول کار میشن طبق عرض کنم در این چارچوب رفع تحریم ها. ولی تحریم های باقی مانده، یعنی تحریم هایی که مربوط هستند به مسائل مربوط به حقوق بشر، مسائل مربوط به فعالیت های موشکی و مسائل مربوط به تروریسم بین المللی، اینا به جا هستند و هر شرکتی که میخواد در ایران گام بگذاره ناگزیر نیازمند این است که با مسئولان کشورهای آمریکایی اروپایی خودشون و با مشاوران فنی زبردست مشورت بکنه که مبادا پا روی زمین مینگذاری شده گذاشته باشه. یعنی وقتی در ایران مثلا وارد شبکه فعالیت نقل و انتقال پول میشه، اگر این نقل و انتقال پول از شبکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به سپاه پاسداران رد شده باشه، از نظر آمریکا این تحریم شکنی تلقی خواهد شد، در نتیجه پیامدهای جدی برای این شرکت‌ها خواهد داشت. از این نظر شرکت‌ها نمیخوان به سری که درد نمیکنه دستمال ببندن، با احتیاط تمام راه میرن. در نتیجه برای فروش این مسائل وجود داره، برای سرمایه گذاری مسائل دیگر وجود داره. اینا باید مطمئن بشن که میدان بازار ایران برای سرمایه گذاری در درجه اول آماده است. از نظر مسائل حقوقی در اونجا گرفتاری وجود نداره، در حالی که در ایران هم از نظر مسائل حقوقی نقص وجود داره. یعنی ملاحظه بفرمایید سرمایه گذاری خارجی در ایران طبق اصل 82 قانون اساسی ایران ممنوعه، این هنوز بجاست. دولت قانون میگذاره، طبق اون قانون به اینا اجازه میده که شما میتونید، در حالی که این قانون در زیر مجموعه قانون اساسی قرار داره و از نظر حقوقی مشکل حل نمیشه. در کنار این مسئله در ایران مثلا شما هنوز از دادگاه های انقلاب سراغ دارید که اینا میتونن مصادره بکنن. در نتیجه اگر این شرکت ها دست بذارن و از شریک اون شرکت خارجی که اونا با طریق شریک کار میکنن، از طریق شرکت های وابسته خودشون کار میکنن، دست به مصادره بزنن، در این صورت تکلیف سرمایه گذار چه خواهد شد؟ این مسائل هنوز روشن نیست. در نتیجه ضمن این که دولت سعی میکند به اصطلاح
نشان بدهد که مسائل حل شده، در این حال نیازمند این است که در این زمینه کارهای جدی انجام بده و اینا در گرو اینن که صحنه سیاسی ایران از این تب و تاب موجود اندکی فروکش بکنه تا دولت ببینیم واقعا چه برنامه‌هایی برای ارائه کردن و اجرا کردن داره. تا کنون در این زمینه اقدامات دولت تا جایی که من میتونم داوری بکنم اقدامای کوتاه مدت مربوط به عرض کنم کنترل پول و آن هم به صورت پر اعوجاج و متعارض بوده، به طوری که دولت طی دو سال اول کار خودش متمرکز بود به کنترل کردن حجم نقدینگی، در 6 ماهه اخیر دست برده به افزایش نقدینگی با این امید که این به تورم منجر نشه و البته نتیجه تورمی این اقدامات زیاد نبوده و این خود در نفس خودش به نظر بنده جای نگرانی است برای اینکه چگونه است که در اقتصاد ایران تورم رکود آنچنان ریشه دار و دارای ویژگی هایی است که در اونجا افزایش نقدینگی نمیتواند رکود رو تکون بده. اینجا مسائل بحرانی‌تر میشه و ما رو به تشخیص عمیق‌تر و احیانا نگران کننده تری از نوع رکود در ایران میرسونه. به این ترتیب در مورد تمام اینا باید منتظر باشیم و ببینیم که دولت طی هفته های آینده چه چیزهایی رو خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور گرامی. صحبت از انتخابات کردین، در آستانه این دو انتخابات در 7 اسفند در ایران موافقان و مخالفان هر کدام دلایل و استدلال‌هایی رو برای شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات مطرح می‌کنند. دو انتخاباتی که در پیشه در واقع به گفته یکی از تحلیلگران کابوسی است برای شخص اول نظام. آیت الله خامنه ای در جدیدترین سخنرانی خودش و با وجود رد صلاحیت گسترده و چند لایه‌ای که شورای نگهبان و 6 فقیه منصوب وی اعمال کرده اند، از برنامه ریزی خاص دشمن و تحقق توطئه طراحی شده دشمن برای دو انتخابات آتی سخن گفته است. نظر شما در باب این انتخابات و افقی که در برابر ماست چیست؟ از بکنم بنده ترجیح میدم به تحلیل سیاسی مسئله نپردازم چون تمرکز روی مسائل اقتصادی دست من رو بازتر میکنه، ولی در این مورد نکته رو عرض بکنم. ببینید انتخابات در ایران با حالتی که داره در واقع انتخاب کردن از میان منصوب شدگان تلقی میشه، یعنی دور اول انتخابات رو باید رهبری، بیت رهبری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انجام بدن، بعد از میان کسانی که اینا برگزیدند به ملت بگه شما بین رای بدید. در نتیجه همه مردم متوجه هستن که خب این انتخابات نیست و دست اونا برای انتخاب کردن عرض کنم باز نیست. ولی اینکه شرکت بکنند نکنند، ببینید مردم در شرایط خودشون تحت تاثیر عواملی که در زندگیشون مؤثر هست تصمیم میگیرن و در نتیجه گفتن این یا توصیه این که شرکت بکنید یا نکنید، رای بدید یا ندید، این به نظر بنده زائده برای اینکه هر کسی در حوزه کار خودش محضورهای خودش رو درک میکنه. یعنی در اون شرایط بسیار دشواری که در اونجا هست، با محدودیتایی که هست، با این که عرض کنم بنده ناف همه مردم رو با دادن 45,000 تومان یارانه ماهانه بند کردن به دستگاه دولتی، در اینجا مردم 1001 محضور دارن و گرفتاری، با همین درآمدها بیش از 10 میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنن، در اینجا به اینا گفتن این که شما رأی ندید به نظر بنده زائد، مردم تصمیم میگیرن که چه چیزی برای زندگیشون خوبه. ولی اینایی که به بازیگران میدان نگاه بکنید، در اینجا در واقع قدرت بین دو کمپ
رویاروی تقسیم شده است. یک کمپ که عبارت است از بیت رهبری، سپاه پاسداران و تمام نهادهای وابسته به اونها، اینا در واقع تمرکز قدرت دست ایناست. هم قدرت عرض کنم مالی، هم قدرت نظامی و انتظامی و هم قدرت حقوقی و قضایی دست اینا متمرکز. طرف دیگر که عبارت است از عرض کنم دولت و هواداران بیرونی اونها، نظیر آقایون رفسنجانی خاتمی یا روحانی که لیست مشترکی بیرون دادند، عرض کنم اینها از نظر برخی سیاست ها با اون کمپ اول متفاوتن. یعنی اینا معتقدن که گشایشی برای ایران در رابطه با غرب باید پدید بیاد، نه لزوماً با آمریکا در درجه اول، بلکه با اروپا باید ارتباط بهتر بشود. ولی اینا معتقد هستند که در ایران نظمی بسته نظیر نظم چین میتواند کارگر باشد. این وضع ایناست. عرض کنم اون کمپ نخستین میدونه که اگر انتخابات رو آزاد بگذاره بیش از 5% 6% رأی نمیاره. این ارزیابیهای درونی خودشونه. از این نظر توصیه به این که شما بگذارید مردم رأی بدن، این توصیه زیادی است، برای اینکه اینا تا زمانی که مجبور نشوند تن به چنین کاری نخواهند داد. برای اینکه میدونن که با رأی آزاد مردم اینا و هواداران اینا و نامزدهای اینا انتخاب نخواهند شد. به این ترتیب در چنین میدانی هر کسی با ملاحظات خودش، با ملاحظه تاکتیکی خودش، با ملاحظات تدریج گرایانه خودشون وارد میدان میشن و میگن که خب حالا مثلا در اینجا اقداماتی که شد، دولت مثلا لیستی رو داد به رهبری، گفت که اینها رو شما با حکم حکومتی برگردونید. طبیعیست که رهبر چنین کار رو نکرد و نمیکنه. و بعد وارد چکوچونه شدن با بیت رهبری و شورای نگهبان در این مورد که حالا که آدم ها و نامزدهای مورد نظر ما رو راه ندادید، بیایید بخشی از نامزدهای خودتون رو هم بزنید کنار. یعنی اون عرض کنم حاشیه های راست تره عرض کنم خودتون رو، اینا رو هم شما حذف کنید. در این زمینه به چک و چونه هایی رسیدن. کسان معدودی از منصوبین و نامزدهای عرض کنم طرف دولت برگردونده شدن، ولی بسیار اندک. ولی در واقع تکلیف انتخابات قبل از آنی که انجام بگیره روشن شده، برای اینکه خیلی از صندلی ها که گفته می شود در حدود 180 تا از صندلی های مجلس شورای اسلامی عملا معلوم شده است چه کسانی هستند، و اونایی دیگه اگه وارد بشوند به عنوان یک صدایی که احیانا بعضی وقتا در اون سمفونی نوت متفاوتی خواهند زد وارد مجلس میشن. ولی این رأی بکنم که در این بلبشوی فضای سیاسی ایران، مجلس آینده به نظر میرسد که مجلس بسیار شلوغی خواهد شد، برای آنکه این نمایندگانی که وارد میشن بسیار از اینا سابقه سیاسی ندارند. برخی عرض کنم مصلحت گرایانه، برخی فرصت طلبانه وارد میدان میشوند، و در اونجا وقتی وارد مجلس شدن ناگزیر بین این دوتا کمپ اساسی باید موضعی گیری کنند، و اونا روی اسب برنده سرمایه گذاری خواهند کرد. در نتیجه بخشی از این در جهت بیت رهبری فعالیت خواهد کرد و چوب لاچرخ دولت خواهد گذاشت. بخش دیگری هم که در دولت وسایلی میبینه و امیدهایی میبینه، این از دولت حمایت خواهند کرد. در این زمینه تنها چیزی که امروز میشود گفت این است که با انجام این انتخابات مجلسی بسیار پرآشوب پرتنش باید انتظار داشته باشه. ممنون. ولی آقای دکتر، جنگ بین این دو جناح هر لحظه بیشتر مغلوبه میشه. از چندی پیش حملات توپخانه‌ای علیه آقای رفسنجانی بیش و بیشتر شده. همین امروز هم امام جمعه ولی فقیه در تهران با حمله به رفسنجانی گفت که اعتبار شما از کجاست؟ آیا از حضرت جبرائیل اعتبار گرفته ای یا از قانون؟
با این تشکیک ها خودتان در پیشگاه مردم بی اعتبار می شوید آقای رفسنجانی. معلوم است که شما نظام، قانون و ولایت فقیه را قبول ندارید. این سخنان امروز امام جمعه ولی فقیه. بله بله. ببینید واضحه آقای محی عزیز، این در واقع پاسخ بیانات آقای رفسنجانی رو عنوان کرده که گفت، خطاب به شورای نگهبان گفت چه کسی به شما صلاحیت داده؟ شما از کجا این حق رو گرفتید که بتونید مردم رو پاکسازی کنید، بزنید کنار و حق انتخاب شدن رو از اونا سلب بکنید؟ این حرف بسیار درشتی بود که با سابقه سیاسی آقای رفسنجانی در صراحت‌گویی زیاد نمیخونه. این در واقع پاسخی است به اون و در نتیجه زرادخانه طرف ولایت به کار افتاده و از هر سو این مطالب رو شلیک میکنند. طبیعی است، ولی در پشت این پرده دود باید ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته. اون اتفاقی که در عمل میفته این است که اینا میبینن به اصطلاح طرفهای مداراگران، اصلاحگران و اعتدالیون و اینا با هر نامی که برای خودشون برمیگزینند، اینا میدونن که اصل قدرت در طرف مقابل متمرکزه و این قدرت فقط قدرت مسلح نیست، اونم هست، فقط قدرت مالی نیست که اونم هست، بلکه قدرت قانونی هم هست. یعنی قوانین در جمهوری اسلامی، قانون، در همون قانونی که در قانون اساسی تجدید نظر شد زیر نظر خود آقای رفسنجانی و این موارد رو اگر مقایسه بفرمایید، دو قانون اساسی، قانون اساسی زمان آقای خمینی و قانون اساسی موقع سرکار آمدن آقای خامنه‌ای رو مقایسه بفرمایید، اونجا خواهید دید که هر جا تغییری در این قانون انجام گرفت در جهت سفت کردن استبداد، در جهت مسدود کردن فضا و در جهت این است که هر گونه قوه ناظر و اعمال رهبری رو فلج بکنه، از بیرون برداره. یعنی هر جا که داوری، نظارت تعلق داشت مثلا به دیوان عالی کشور، اینا رو برداشتن گفتن این قدرت مثلا رسیدگی به اموال ولی فقیه در اختیار رئیس قوه قضاییه است که خودش برگزیده و در واقع نوکر قوه آقای خامنه‌ای. به این ترتیب این قانون اساسی خودش دستپخت آقای رفسنجانی و مشترکاً آقای خامنه‌ای است. در این زمینه جای گله وجود نداره، برای اینکه حتی اقدامات که شورای نگهبان میکند و استناد به قانونیت این افراد، طبیعی است که این نظارت استصوابی رو بعد تبدیل به قانون کردن، از مجلس گذروندن و قانونی شد. به این ترتیب آقای ولی فقیه در چارچوب قانون عمل میکنه و شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل میکنه و این شلاق کردن ها در برابر اونها در فضای سیاسی اگر معنی پیدا میکنه، در فضای قانونی دست و بالشون بسته است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح به اونجا نکشد که اصل قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار بگیره، اصل ولایت فقیه مورد تجدید نظر قرار بگیره، تا اون وقت هیچ راهی برای اصلاح در چارچوب این نظام و در چارچوب این مجموعه قوانین وجود نخواهد داشت برای نبایید. آقای دکتر منصور، اصولگرایان از یک سو و دولتیان از سوی دیگر مرتب به گفته شما شلیک میکنند به سوی یک دیگر. مثلا به عنوان نمونه تو خبر بود امروز که آقای علیرضا زاکانی نماینده تهران ضمن حرفاش گفته آقای رئیس جمهور، به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردید، بهتر است به برادر خودتان، دفتر خودتان و وزارت نفت توجه کنید. و مهدی کوچکزاده، دیگر نماینده تهران، هم در مصاحبه‌ای با وبسایت دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد گفته است که در صورت انتخاب دوباره
حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال 96 ایران تبدیل می شود به ایران ضد انقلاب. اجازه میدیم حمله دولتیان رو هم به اینا بخونم؟ ببرمشون. این گفته ها از آن معاون اول آقای روحانی آقای اسحاق جهانگیری است. او میگوید آنها که 1670 هزار متر مربع از پارک پردیسان را فروختند و ده ها فساد را در کشور نهادینه کردند و امثال بابک زنجانی ها را درست کردند باید شرمنده باشند، همانها که در دولت قبل این فروش را جسورانه تصویب کردند. اسحاق جهانگیری در 17 همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز با سخنانی اشاره کرد به بخشی از فساد در دولت احمدی نژاد و گفت برخی گفتند دولت در انعکاس یکی از شاخصهای اقتصادی در 3 گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، ولی شرمندگی مال آنهاست که پارک پردیسان را فروختند. این یه فقرش. آقای دکتر بله اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض بکنم که ببینید آقای مهری عزیز، این داستان بسیار طولانی است. شما میدونید، شنوندگان عزیز برنامه میدونند. ببینید، مقوله فساد سالها از سال 1980 به دستور رهبری رسیدگی به مقوله فساد به صورت رسمی و سازمان یافته شروع شده و تا کنون ما جز چند انکدوت چیزی نصیبمون نشده، چیزی دریافت نکردیم. یعنی در مجلس از هزاران فقره فساد صحبت شده، از چند صد پرونده بسیار قطور با نام و نشان سخن به میون اومده، ولی هیچ کدوم از اینا به نتیجه‌ای که مردم بدونن بالاخره چی شد، آیا این اموال رفته دوباره برگشتند، مال ملت شدند، در اختیار دولت قرار گرفتن یا نه، اینا معلوم نیست. مواردی که معلوم است بسیار جزئی و انکدوتال، یعنی به صورت نکته نکته پراکنده نکاتی از این قضیه می‌بینیم. پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شده، قصه های فراوان رو میدونیم و پایان های عرض کنم خنده آور بسیار از این پرونده ها رو که دزدی های صدها میلیون دلاری به جریمه های چند تومن و چند درهم محکوم شدن، اینا هم سر جاش وجود داره. در میان این دو جناحی که به هم دیگه در واقع گرد و خاک بپا میکنن مطلب میگن، شگفت انگیز است. برای اینکه طرف دولت که اسناد هم در اختیار داره به صورت روشن در برابر ملت اینا رو عنوان نکرده، اینا این توان رو پیدا میکنن که به صورت بسته به دولت حمله کنن و با ایما و اشاره مثلا آقای زاکانی یا آقای کوچیکزاده بگویند که شما جلوی فساد برادرتون رو بگیرید، برای اینکه برای ایشون مواردی رو اون طرف مقابل مطرح کرده که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی حتی اگر کوچیک خب باید رسیدگی بشون. این مقوله شاخص که اخیراً مطرح شده، یه هفته پیش دولت یعنی بانک مرکزی آمار اقتصاد ایران رو ارائه کرده که در اونجا از شاخص رشد خبری نیست، یعنی رشد اعلام نکرد و بعد برای این به ناگزیر شده توجیهاتی دست بزنه که چرا اعلام نکردیم. واقعیت این است که چون رشد منفی بوده دولت خواسته اون رو فعلا از اذهان دور نگه داره، به ویژه اینکه اقتصاد ایران با این مقوله برجام و رفع تحریم‌ها در یه مرحله احیانا تغییر وارد قرار گرفته باشه.
خواستم منتظر باشم بعد اعلام بکنم، ولی به هر صورت این توجیه نمیکنه. دولت باید شاخص رشد رو در کنار شاخصهای دیگر اعلام بکنه. از این مقوله مسئله بزرگ درست کردن علیه دولت کاملا بیرون از تناسبه. یعنی مواردی که مثلا ما از به صورت رسمی از دزدی‌های میلیارد دلاری، 10 میلیارد دلاری، 18.5 میلیارد دلاری، 3.5 میلیارد دلاری، از اینا صحبت شده و به صورت پرونده رسمی وجود داره. آقای اسحاق جهانگیری گفتن که فسادهایی که تا کنون اعلام شده مجموعاً به 5% فسادهای اتفاق افتاده نمیرسه، زیر 5%. یعنی اینکه اگر ما تا کنون 10 میلیارد دزدی رو میشناسیم، ایشون میگوین که 20 برابر این رو باید انتظار داشت که هنوز اعلام نشد. در نتیجه مسئله بسیار بزرگتره و هیچ خبری از برخورد به اینا نیست. این مقوله زمین، خب شما میدونید که اولین آدمی که این مقوله رو طرح کرد آقای احمدی نژاد بود به هنگام ریاست جمهوری، که تصرف عدوانی زمین‌هایی رو به توسط رئیس قوه قضایی و برادرش عنوان کرد. عرض کنم خب این باید رسیدگی بشه، اگر اتهام دروغی هست این هم رسیدگی بشه. ولی به هر صورت این مقوله ها کهنه است و ارقام هم که ملت نسبت بهشون مقوله غریبن، ارقام هم بسیار بسیار بالان و با نشون دادن این که یا انگشت نما کردن یک نفر به این که شما هم فساد دارید، این مقوله عرض کنم قابل لاپوشانی نیست. اگر هر کس فساد داره در مملکت با رسیدگی بشه، ولی در واقع دستگاهی که باید به این مسئله رسیدگی بکنه هم دستش بسته است و هم خود دستگاه دستگاه آلودگی. به این ترتیب این مقوله با این نظام هیچ به سرانجام نرسیده و واقعیت این است که حتی با وجود دولت حاضر، احیانا دولت های آینده هم به نظر نمی رسد که اینها از روشنایی بیشتری بتونن برخوردار باشن. خیلی ممنونم ازتون. با توجه به اینکه آقای دکتر شما یکی از تخصص هاتون زمینه های نفتی است، بفرمایید که این آقای عادل جبیر وزیر نفت عربستان سعودی میگوید عربستان میزان تولید نفت خودش رو کاهش نمیدهد. این عبارت مثل این که خیلی معنی داره به نظر من. درست قربان، اینا اعلام کردن که با هم دیدار میکنند، یعنی اوپک و به ویژه روسا، و بلکه بتونن در اینجا به یه هماهنگی برسند برای کاهش مقدار عرضه نفت. بعد از اینکه دیدار انجام گرفت، اینا به این توافق رسیدن که تولید خودشون رو از تولید ژانویه امسال فراتر نبرند. یعنی تعهد نکردن کم بکنن، گفتن در حد تولید ژانویه نگه می‌داریم و بالاتر از اون نمی‌ریم. این در واقع مشکل قضیه رو، مشکل بازار نفت رو حل نمی‌کنه. و به نظر من حتی اگر اینا توافق هم بکنند، مشکل بازار نفت به اون ترتیبی که ایران معتقد هست حل نخواهد شد، برای اینکه مسئله یک مسئله بنیادی در بازار نفت و اون این که طی این 5-6 سال گذشته به علت بالا بودن قیمت نفت در حدود $100 و بیشتر، سرمایه گذاری های کلان صدها میلیارد دلاری در غرب و کشورهای مختلف انجام گرفته و در نتیجه تولید انرژی فزونی گرفته است. و در این مدت ما یک عرض کنم انقلاب علمی فنی در فنون تولید داشتیم، در نتیجه هم در زمینه
تولید گاز و هم در زمینه تولید نفت آغشته به ماسه و شیل تحولات جدی انجام گرفته. در نتیجه اون روزا وقتی بنده 4 سال پیش این مقوله رو می‌نوشتم و توصیه می‌کردم که اوپک باید مواظب باشه که قیمت رو بالای 70 دلار حد اکثر 75 دلار نگه نداره، حکمت این ارزیابی این بود که قیمت هر بشک نفت تولید شده در میادین مارجینال، یعنی میادینی که آخرین نیازهای بازار رو رفع می‌کنند، در اونجا در حدود 70 دلار بود و این رو خب با تحقیقی که با شرکت‌های شل و بی پی در اینجا عرض کنم هماهنگ کرده بودم به این رسیده بودم که رقم 70 رقم تولید مارجینال به طور متوسط، ولی از اون زمان گذشت، قیمت در حدود 100 دلار 120 دلار نوسان کرد، در نتیجه سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری انجام گرفت و به جایی رسیدیم که به علت تحول تکنولوژیک حتی مثلا گزارش شد که متوسط هزینه تولید در داکوتای شمالی در حدود 60 دلار و در برخی از میدان‌ها تا حتی 20 دلار و 25 دلار گزارش شد. وقتی قیمت افت می‌کنه، هزینه تولید افت می‌کنه، طبیعی است که به قیمت در بازار افت خواهد کرد. به این ترتیب امروزی که قیمت یک سال و نیم گذشته افت کرده، هنوز تولید چندان کاهش پیدا نکرده. علت این است که در درجه اول مقدار زیادی از تولید که در اون میادین جدید انجام میگیره، اینا به صورت سلف در بازارهای مالی فروخته شدن و به اون قیمتهای بالا فروخته شدن. در نتیجه تولید کننده ضرر نمیکنه، به همون قیمت تحویل میده به اونایی که اینا رو فیوچرز فورورد و به صورت اپشن های مختلف خرید، به صورت عرض کنم دریوه های مختلف، مشتقات مختلف بازار سرمایه خریداری کردن. این یک طرف. عامل دیگر این که بسیاری از این سرمایه گذاری ها از طریق وام های بانکی فراهم شده طبق معمول بازار سرمایه، ولی این وام های بانکی باید پرداخت بشن. برای اینکه پرداخت بشن سرمایه گذار ناگزیره به هر قیمتی که جنسش فروش میره بفروشه و بدهی بانک رو بپردازه. این طرف دیگر. عوامل فنی دیگری هم که در بازار سرمایه عمل میکنه، نظیر اینکه کشش پذیری تقاضا در مورد نفت بسیار کمه، یعنی اینکه اگر شما در بازار نفت عرض بکنم تولیدتون رو یک بشکه بالا ببرید، قیمت شما از حد تناسب اون یک بشکه بسیار بیشتر تنزل خواهد کرد. در نتیجه قیمت در برابر مقدار تولید به شدت تکان میپذیره. یعنی اگر شما 2% تولیدی کم بکنید، در شرایط امروزی در حدود 20% قیمت میتونه نوسان پیدا بکنه. این هم یکی از عوامله که با فزونی حدود 2 میلیون دلار 2 میلیون بشکه در روز، قیمت نفت این همه افت کرده و از 100 دلار امروز رسیده به 25 دلار 30 دلار این روزا 32 33 دلار. و در برابر این چه اقدامایی میشود کرد؟ امروز اگر اوپک بیاد و اون انتظاری که ایران از عربستان سعودی داره، اگر عربستان سعودی بیاد تولید خودش کم بکنه، مثلا که این کار رو نخواهد کرد، مثلا بیاد بگه من 2 میلیون بشکه کم کردم، اون 2 میلیون بشکه به سادگی از سوی منابعی که در آمریکا و کانادا فعلا در چاه رو بستن تعدیل کردن پر خواهد شد. در نتیجه عربستان سعودی سهم بازار رو به این رقبا خواهد باخت. این برخلاف اون شرایطی که در تولید رقبا کشش پذیری وجود نداره، اون وقت اوپک اگر تولید چند بکنه قیمت بالا میره، ولی در شرایطی که اونا اومدن در چاهشون رو فعلا بستن برای این صرف نمی کنه و تولید نمی کنن، در این شرایط اگر برای 2 میلیون بشکه بازار باز بشه و 2 میلیون بشکه طی 2 روز آینده در بازار حاضر خواهد شد، در نتیجه این استدلال عربستان سعودی درست است که اگر تولید خودش کم بکنه سهم بازارش از دستش خواهند گرفت. به این ترتیب
این تولید کنندگان که در واقع عربستان سعودی یا روسیه از وضعیت بازار استفاده کرده، جای خالی عرض کنن مثلا ایران رو هم در بازار اشغال کردن، همینطوری نفتی که مثلا در عراق امروز به 3.5 میلیون بشکه رو بالاتر رسیده، اینا جای ایران رو اشغال کردن، اینا به این سادگی از میدون پاشون رو نمی کشن و ایران با وضعیت بسیار مشکلی رو روز، یعنی ناگزیر است برای پس گرفتن این مشتری ها در حدود 2 تا 3 دلار، دو گفته شده 2 دلار و 60 سنت تخفیف میدهد برای که بتونه این رقا این خریداران سابق خودش رو جلب بکنه و این کار ساده ای نیست. در نتیجه در جبهه فروش نفت ایران تلاشای بسیار زیادی انجام میگیره و کافی به مطلوب کافی به منظور هم نیستند. آقای دکتر، یک همیهنی خواستن که به یک سوال مضاعف شما لطفاً جواب بدهید. او پرسیده است که چرا خمینی به محض اینکه به قدرت رسید گاز ارسالی ایران به شوروی رو قطع کرد، و دیگر اینکه چرا گاز ایران امروزه در معرض فروش در جهان نیست؟ آیا این زیر سر روسیه است، پوتینه، ترس از پوتین؟ ببینید، مقوله گاز برای خودش مقوله بورنجی است و در این بازار در منطقه که ببینید در جول این ویژگی که گاز مثل نفت یک کالای جهانی نیست بلکه محلی است، علتش هم حجم بزرگ و امکان انتقال اونه، در نتیجه قیمت گاز برخلاف نه قیمت بین المللی نیست، قیمت میتونه چندین و چند برابر از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرق بکنه. وانگهی برای انتقال گاز معمولا یا باید گسودوکت یعنی لوله های بسیار بزرگ انتقال گاز نهاده بشه که کار بسیار دشوار و سرمایه گذاری بسیار سنگینی میطلبه، یا اینکه باید گاز تبدیل به گاز مایع بشود و از طریق تانکرها و یا باز از طریق لوله منتقل بشود. این در حول هوش ایران چندین پروژه همیشه مطرح بوده تا یه 20 سال گذشته که با کدوم پروژه عرض کنم، من بارها اینا رو عرض کردم، تکرار میشه، از این نظر مقوله رو درز میگیرم. یکی از تولید کنندگان بزرگ همسایه ایران ترکمنستانه. ترکمنستان گاز خودش رو امروز عمدتاً از طریق شرکت گاز روسیه گازپروم به اروپا میفرسته. عرض کنم روسا علاقمندن که چنین باشه، برای اینکه قیمتی که روسا به گاز ترکمنستان میپردازند کمتر از نصف بهایی است که از فروش اون از اروپا دریافت میکنن. درنچه میخوان این باشه، بونگهی اهمیت بالاتر از اهمیت مالی است، اهمیت استراتژیکه، برای اینکه زندگی ترکمنستان به صدور گاز بستگی داره و این هم به همت روسا بستگی داره که منتقل بشود و بفروش بره. در اینچه میخواهم در این زمینه ترکمنستان رو در جیب بغل خودشون داشته باشن. از سوی دیگر تلاشایی وجود داشته از طرف نیروهای غرب عمدتاً آمریکا که گاز ترکمنستان از طریق عرض کنم افغانستان پاکستان متوجه هندوستان بشود. حسن این کار برای آمریکایی این بود که خب ترکمنستان از حوزه کنترل و نفوذ روسا بیرون میاد و در اونجا این وقتی میرود به هندوستان و احیانا از هندوستان به چین، در اینجا ترکمنستان متوجه این بازار ها میشود به جای آنکه متکی بشود به روسا. عرض کنم و خب آمریکا چون با ایران هم طی همین سالها نظر خوبی نداشت، وقتی گاز را از اونجا رد میکرد، یعنی لوله هایی که طرحش ریختن و صحبتش شده در اونجا، ایران رو اجازه نمیدادند که عرض کنم
وارد اونجا، وارد اون بازار بشود. ایران برای خودش از طریق پاکستان تا هندوستان صحبت لوله کشی و با سرمایه گذاری در حدود 7.5 میلیارد دلار لوله ها بارها صحبت شده و اقدامای کوچیک هم شده، ولی تا کنون به نتیجه نرسیده. و اما در مورد گازپروم و گاز ایران، در تمام این سالها تلاش گازپروم این بود است که ایران رو به بازارهای اروپایی راه نده. اصلا دلش نمیخواد ایران در بازار اروپاش حضور داشته باشه و اونجا تبدیل بشه بعد در رقیب بزرگ. از این نظر هم روسا از اینکه میانه ایران با کشورهای اروپایی بهبود پیدا بکنه هیچ وقت نظر مساعد نداشته و دلش نمیخواد که در اون بازار بسیار مهم از نظر مالی و استراتژیک رقیبی مثل ایران رو هم که منابع بزرگ گازی داره وارد بکنه. به این ترتیب این مقوله هنوز حل نشده است، برای اینکه امروز روابط ایران با غرب اندکی گرمتر شده ولی هنوز حالت استوار و استراتژیک پیدا نکرده. از سوی دیگر ایران وارد بازی‌های استراتژیک با روسیه شده و معلوم نیست این بهبود روابط، گرم شدن روابط تا کجا در موارد استراتژیک نظیر صدور گاز ایران به اروپا مؤثر خواهد بود. از این نظر این تکلیف روشن نیست. و اما اینکه چرا آقای خمینی جلوی صدور گاز به ایران رو گرفت؟ ببینید ایران در واقع امکان صدور گاز به روسیه رو نداشته مگر در مقادیر بسیار بسیار اندک، و اینکه ایشون قطع کرده باشه به نظر بنده ایشون با انگیزه های دینی و ایدئولوژیک که اون روز ناظر بر حاکم بر نظام سیاسی ایران بود عمل میکرد. یعنی اون روز شوروی یک نظام ملحد بود و هنوز اینقدر یارغار جمهوری اسلامی نشده بود و تغییر ماهیت از نظر جمهوری اسلامی هم نداده بود. در نتیجه فکر میکنم کاری که ایشون مثلا در مورد لغو قراردادهای معتبر ایران با فرانسه، ایران با کشورهای دیگر در زمینه نیروی اتمی و متوقف کردن اون انجام دادن، در همون مایه هم در مورد صدور گاز به شوروی روی خوش نشون ندادند. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. وقت ما رو به پایان است، یک دقیقه وقت داریم، میبخشید. ببخشید. امیدوارم که اجازه بدهید باز هم با شما گفتگو کنیم، چون این یک دقیقه رو من با چند کلمه میتونم تمامش کنم. خواهش می‌کنم. خیلی از شما متشکرم. سلام سلطان مقربان. خیلی ممنون. درود بر شما و همچنین درود بر هممیهنانی که به این برنامه و دیگر برنامه‌های تلویزیون اندیشه توجه دارند. و با سپاس از آقای بهروز مشکینیار، کارگردان این برنامه. شب و روز شما خوش.